به نام خاک پاک ایران، عرض ادب و ارادت خدمت یکایک شما هممیهنان عزیزم در هر کجای این گیتی پهناور زندگی می کنید. مهران کمالپور هستم با یک راه شبی دیگر، با بخش 12 کتاب در دامگه حادثه با شما خواهم بود. امیدوارم حالتون خوب باشه، ساعاتی رو که پشت سر گذاشتید ساعات خوبی بوده باشه براتون و تا پایان برنامه امشب با ما همراه باشید. بریم سراغ بخش 12 کتاب در دامگه حادثه، گفتگوی از عرفان قانعی فرد با جناب پرویز ثابتی. پرسش: البته برخی از چپ ها هم معتقدند که شما، یعنی ساواک، هم در زندانتان شکنجه بوده و حتی در ایام ریاست خود شما. پاسخ: من شکنجه را غیرقانونی می دانستم و در هر فرصتی که به دست می آوردم با آن برخورد می کردم، که ممکن است بعد بیشتر در این باره توضیح دهم. پرسش: البته در جلسه های قبلی یک بار فرمودید که من تأیید نمی کنم که در آن ایام شکنجه وجود داشته. واقعا پنهانکاری و کتمان می فرمایید؟ مثلا معتقدید که مذهبی ها را اصلا و ابدا شکنجه نکرده اید و شاید پس از انقلاب در روایت ها آنها از این قضیه سوء استفاده می کنند یا نوعی مصادره به مطلوب. پاسخ: حالا که شما اصرار دارید درباره شکنجه زندانیان بیشتر صحبت شود، بگذارید کمی در این باره به زمانهای دورتر برویم و بعد برگردیم به دوره رژیم شاه و نهایتاً جمهوری اسلامی که در آن شکنجه از همه ادوار تاریخ ایران وحشیانه تر بوده و می باشد. شکنجه و تنبیهات بدنی یک عارضه ضد حقوق انسانی است که از دیرباز در بسیاری از نقاط دنیا وجود داشته و اکنون نیز متاسفانه در برخی از ممالک جهان ادامه دارد. در میهن ما ایران نیز قرنها از آن برای تحت فشار قرار دادن افرادی که به دلایل مختلف، اعم از جنایی و یا سیاسی، زندانی می شده اند یا حتی برای واداشتن و تنبیه اشخاص به انجام یا عدم انجام کاری استفاده می شده است. روحانیون که تا زمان مشروطیت عهده‌دار امر قضاوت در جامعه بوده اند، علناً و با استناد به قوانین اسلامی انواع و اقسام شکنجه را به عنوان تعزیرات اسلامی اعمال می کردند. با به قدرت رسیدن رضا شاه و خلع ید از روحانیون در امر قضاوت و آموزش و پرورش و سر و سامان دادن و ایجاد سازمان مدرن دادگستری، قوانین متعادل و مترقی مدونی غالبا با اقتباس از قوانین جزایی رایج در اروپا به تصویب رسید که در آن توسل به شکنجه علیه زندانیان جرم محسوب و مجازات های سنگینی تا حد اکثر 10 زندان برای متخلفین متصور گردید. با وجود این شکنجه هیچگاه کاملا متوقف نشده و مخصوصا استفاده از آن علیه زندانیان جرایم عادی که چندان هم در جامعه مذموم به نظر نمی رسیده و ایجاد جنجال نمی کرد، کماکان کم و بیش ادامه داشته است. همانطوری که قبلا نیز اشاره کردم، استفاده از شکنجه در زندانهای فرمانداری نظامی و شهربانی زمان مصدق هم برخلاف ادعاهای طرفداران او معمول بوده است. در دوره حکومت مصدق فقط یک قتل سیاسی اتفاق افتاده و آن هم روبودن و قتل سرتیپ افشار طوس، رئیس شهربانی وقت بوده است که سرهنگ اشرفی، فرماندار نظامی تهران
و سرهنگ نادری، رئیس اطلاعات شهربانی که مأمور رسیدگی به این قتل بودند، به مأمورین اجازه داده بودند از هر وسیله‌ای برای عکس عقاریر از متهمین استفاده کنند. زندانیان عمده‌ای که در این پرونده بازداشت شده بودند، عبارت بودند از حسین خطیبی، بلوچ قرائی، سرتیب مزینی، سرتیب بایندر، سرتیب منزه، که همه بدون استثنا مورد شکنجه بسیار وحشیانه قرار گرفته بودند، به طوری که بلوچ قرائی پس از آزادی از زندان حس شنوایی خود را به طور کامل از دست داده بود، که روزنامه نگاران قدیمی که اکنون هم زنده اند می توانند به آن شهادت بدهند. بنا به نظر سرتیب، علویکیا که در آن سالها معاون رکن دو ستاد ارتش بوده، سرهنگ نادری رئیس اداره اطلاعات شهربانی که افسر ارتش و مأمور خدمت در شهربانی بوده، در ملاقات ها با افسران رکن دو ارتش جزئیات این نوع شکنجه ها را شرح داده و می گفته است حسین خطیبی که افشار توس از منزل او رو بوده شده بود، بیش از سایرین زیر شکنجه قرار داشته و از او می‌خواستند اعتراف کند که در توطئه رو بودن و قتل افشار توس در غار تلو شاه نیز اطلاع و دخالت داشته است و می‌افزوده خون‌هایی که از همه قسمت‌های بدن خطیبی فوران می‌کرده تمام دیوارها و سطح اتاق بازجویی را پوشانده بوده است. اینکه این افراد هنوز حیات دارند یا نه خبر ندارم، ولی شاهد دیگری از شکنجه زمان مصدق خوشبختانه زنده است و او هم اردشیر زاهدی است که در ماه‌های آخر حکومت مصدق بعد از قتل افشار توس، هنگامی که پدرش سپهبد زاهدی مخفی بوده، وسیله فرمانداری نظامی و شهربانی مصدق بازداشت شده و مورد شکنجه قرار گرفته است. در این زمان به علت کشته شدن رئیس شهربانی دکتر غلام حسین صدیقی وزیر کشور و نائب نخست وزیر، غالبا در شهرداری که فرمانداری نظامی نیز در آنجا مستقر بوده، حضور میافته و بر جریان تحقیقات از متهمین قتل افشار توس و پرونده‌های عمده نظارت می‌کرده است. دکتر غلام حسین صدیقی که همگی بر سلامت نفس، شخصیت و وطن پرستی او اذعان دارند، در شهربانی شاید به دلیل تندخویی اردشیر زاهدی به صورت او سیلی نواخته و به مأمورین دستور داده است که او را شدیداً مورد ضرب و شتم قرار دهند. زاهدی بازگویی درباره این حادثه را در شأن و شخصیت خود ندانسته و سالها درباره آن سکوت کرده بود، تا اینکه اخیراً پس از حدود 60 سال در مصاحبه‌ای با عباس میلانی آن را افشا و گفته است عوارض ناشی از دستبندهای قپانی و ضربات وارده هنوز او را آزار می‌دهد. البته زاهدی در کتاب خاطرات خود نیز نوشته است که دکتر صدیقی در شهربانی به او اهانت کرده و او به طرف وی لگد پرانده است. در فرمانداری نظامی بعد از 28 مرداد که به مدت حدود 4 سال تیمور بختیار فرماندهی آن را به عهده داشت، شکنجه درباره عناصر فعال حزب توده اعمال می‌شده، ولی درباره طرفداران مصدق و جبهه ملی شکنجه‌ای در کار نبوده و این افراد غالباً بازداشت و پس از مدت کوتاهی با عکس تعهد عدم فعالیت آزاد می‌شدند. داریوش فروهر، رهبر حزب ملت ایران، در ملاقاتی که با او در ایران داشتم برای من تعریف کرد موقعی که پس از 28 مرداد به وسیله فرمانداری نظامی بازداشت شده، در جریان مشاجره‌ای با سرهنگ مصطفی امجدی رئیس رکن دو وقت فرمانداری نظامی به صورت وی سیلی زده و امجدی به جای مقابله به مثل او را در توالت زندانی کرده است، در حالی که توده‌ای‌ها و مخالفین از امجدی
قولی ساخته و او را فردی خشن و بی‌رحم معرفی کرده بودند. در 4 سال ریاست تیمور بختیار در ساواک، با قلع و قمع شدن حزب توده و طرفداران جبهه ملی، تعداد کسانی که زندانی شدند معدود بوده و مهمترین افراد دستگیر شده خسرو روزبه، رهبر سازمان نظامی حزب توده، و سرلشکر قرنی، رئیس رکن دوم ستاد ارتش و عوامل وابسته به او بودند که در مورد هیچ یک از آنها شکنجه به کار نرفته است. در 4 سال بعد که سرلشکر پاک روان به ریاست ساواک رسیده، استفاده از شکنجه زندانیان به صفر رسیده است. با وجود این، مخالفین حتی در زمان ریاست پاک روان نیز ساواک را به استفاده از شکنجه متهم می کردند. متهمینی که در جریان 15 خرداد 1342 بازداشت شدند، همگی در اختیار فرماندار نظامی بوده و پرونده آنها از آنجا به دادرسی ارتش ارسال شده است و فقط سران نهضت آزادی نظیر مهدی بازرگان، یدالله صحابی و سید محمود طالقانی در ساواک مورد بازجویی قرار گرفته و پرونده آنها به دادگاه احاله شده که هیچ کدام ادعایی درباره بدرفتاری علیه خود نکردند و مهدی بازرگان سالها بعد در مصاحبه‌ای با بی بی سی این مطلب را تأیید کرده است. متهمین قتل منصور، نخست وزیر و اعضای هیئت مؤتلفه اسلامی که کارگردان این قتل بودند نیز در شهربانی مورد بازجویی قرار گرفته و در ساواک از آنها بازجویی به عمل نیامده است. در بهمن سال 1343 پس از فوت منصور و انتصاب پاک روان به وزارت اطلاعات، ارتش بود نصیری به ریاست ساواک منصوب شده است. سه ماه پس از ریاست او بر ساواک، حادثه کاخ مرمر و تیراندازی به شاه در فروردین سال 1344 اتفاق افتاده است و چون حادثه در حوزه مسئولیت گارد شاهنشاهی به وقوع پیوسته، متهمین به وسیله ضد اطلاعات رکن 2 ارتش بازداشت و مورد تحقیق و بازجویی واقع و ظاهراً چند نفر از متهمین از جمله پرویز نیکخواه رهبر گروه تحت شکنجه‌ای البته نچندان سنگینی قرار گرفته بودند. در این زمان سازمان انقلابی حزب توده و کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج کمپین وسیعی در اروپا و آمریکا به راه انداخته و مدعی شدند که زندانیان مذکور شکنجه شده اند و پرویز نیکخان زیر شکنجه مرده است که روزنامه لوموند چاپ پاریس خبر فوت نیکخواه را منتشر کرد. ضد اطلاعات ارتش پس از انجام تحقیقات اولیه متهمین را تحویل ساواک داد و چون مسائل تقریبا روشن شده بود، در ساواک نیازی به بازجویی جدی از آنها نبود و پرویز نیکخواه نیز به هیچ وجه از رفتاری که در ضد اطلاعات با او شده بود شکایتی نداشت. چون قرار بود سریعا پرونده به دادگاه احاله و محاکمه آنها علنی و با شرکت خبرنگاران داخلی و خارجی صورت گیرد، ما تصمیم گرفتیم تلاشی برای تکذیب شکنجه زندانیان و فوت نیکخواه به عمل نیاوریم تا دادگاه تشکیل شود. البته به خانواده نیکخواه ملاقات دادیم که از سلامت او مطمئن شوند. در جریان محاکمه رئیس دادگاه از پرویز نیکخواه سوال کرد که آیا شما در جریان بازجویی مورد شکنجه قرار گرفته اید؟ و نیکخواه سریعا پاسخ منفی داد و مخالفین در خارج از کشور و عناصر چپ گرداننده روزنامه لوموند بی اعتبار شدند. بیشتر جنجال و اتهامات درباره شکنجه زندانیان مربوط به نیمه دوم دهه 40 و نیمه اول دهه 50 شمسی است که فعالیت‌های چریکی و تروریستی در ایران شروع و گروه‌های کمونیستی و مذهبی تروریستی کشف و با آنها مقابله شده است. اعضای هسته‌های مخفی و مسلح چریکی پس از چند حمله مسلحانه به بانک‌ها
برای دستیابی به منابع مالی با حمله به پاسگاه ژاندارمری سیاکل و کشتن چند ژاندارم و رئیس خانه انصاف محل به دولت اعلان جنگ دادند و افرادی که از خانواده جدا شده و در خانه های تیمی مستقر می گردیدند موظف بودند در صورت خروج از منزل و در ملاقات ها پیوسته یک سلاح کمری به کمر و نارنجکی را هم و قرصی از سیانور را در دهان داشته باشند تا در صورت برخورد با مامورین با اسلحه با آنها مقابله و چنانچه در شرف دستگیری قرار گیرند نارنجک را منفجر و خود و مامورین را به قتل برسانند و در نهایت با بلعیدن قرص سیانور خودکشی کنند. چندین نفر از مأمورین شهربانی و ساواک در حین دستگیری این گونه افراد با انفجار نارنجک به قتل رسیدند. این افراد دستور داشتند و تعلیم دیده بودند که اگر به هیچ یک از اعمال فوق موفق نشده و تحت بازجویی قرار گرفتند تا 24 ساعت هیچ گونه اطلاعی در اختیار مأمورین قرار ندهند تا افراد خانه تیمی بتوانند جابجا شوند. یکی از شیوه های مقاومت در برابر مأمورین برای ندادن پاسخ و یا تأخیر در دادن پاسخ این بود که زندانی با مأمورین گلاویز و به زد و خورد بپردازد و احتمالاً مجروح شود و مأمورین نتوانند به بازجویی از او ادامه دهند. برخی از این افراد قبل از اینکه دستگیر شوند به وسیله خود گروه ها مورد شکنجه قرار می گرفتند تا برای مقاومت آماده شوند، تا آنجا که در لرستان گروه مرتبط با دکتر هوشنگ اعظمی افراد تیم را پس از نواختن شلاق در فصل زمستان در استخرهای آب یخزده می انداختند تا بدن آنها با هر گونه شرایطی عادت کند. اعضای تیم‌های مخفی و مسلح موظف بودند اصول و قواعد بسیار سخت و سنگینی را رعایت کنند. کسانی که به این مقررات توجه نمی‌کردند، نظیر بازگشت به خانه در ساعت مقرر و یا تأخیر در انجام ملاقات‌ها و مأموریت‌ها، مواجه با شکنجه‌های بدنی می‌شدند که متداول‌ترین آنها سوزاندن دست و پا یا قسمت دیگری از بدن با سیگار و یا وسایل دیگر بود. مأمورین گشت کمیته مشترک ضد خرابکاری چنانچه به افرادی مظنون و متوجه می شدند که دست یا پای آنها آثار سوختگی دارد، بیشتر مطمئن می شدند که این افراد می باید عضو یکی از تیم‌های مسلح باشند. حسن ماسالی که سالها با این گونه گروه‌ها همکاری داشته، در کتاب خود به نام سیر جنبش چپ در ایران در این زمینه اعترافات قابل توجهی ارائه داده است. مجازات برقراری روابط جنسی با اعضای تیم و یا مشکوک شدن به فردی به همکاری با پلیس مرگ بود که اکنون عناصر باقی مانده از این گروه ها به آن اعتراف می کنند و اسامی کسانی که به این دلیل به وسیله خود گروه ها کشته شدند فاش شده است. من همانطوری که گفتم با شکنجه و هر گونه اقدام غیرقانونی مخالف بودم و تا آنجا که در توان داشتم از آن جلوگیری می کردم. خودم هیچگاه ندیدم که فردی مورد شکنجه قرار گیرد، ولی البته در این باره بسیار می شنیدم. موقعی که از سرپرستان بازجویی سوال می کردم، غالبا جواب این بود که زندانی با مأمورین به زد و خورد پرداخته و در نتیجه مجروح شده است و یا قبل از دستگیری به وسیله رفقای خود مورد شکنجه قرار گرفته است. در مجموع می توان گفت در زمینه اتهام شکنجه نیز نظیر اتهام در مورد تعداد زندانیان سیاسی و کسانی که در زد و خوردهای 15 خرداد 1342 و حوادث سال آخر قبل از انقلاب کشته شده اند بسیار اغراق‌گویی شده است. تعداد زندانیان سیاسی هیچگاه از 3700 نفر تجاوز نکرده بود، ولی مخالفین داخلی و مطبوعات و سازمان‌های افراطی چپ خارجی پیوسته از متجاوز از 100,000 نفر زندانی سیاسی
صحبت می کردند و این رقم را به همه باورانده بودند. نمونه دیگری از این اغراق‌گویی ها را می توان در کتاب خاطرات ربابه یا اشرف دهقانی دید که پس از انقلاب اعتراف کرده است که 70% ادعاها در کتاب غیر واقعی و برای تبلیغ علیه رژیم بوده است، که به نظر من او هنوز هم از اغراق‌گویی دست بر نداشته است. بی مناسبت نیست در اینجا به دو داستان هم اشاره کنم. ارتش بود نصیری رئیس ساواک هر وقت درباره مقاومت اعضای گروه‌های تروریستی در جریان بازجویی بحث می‌شد می‌گفت بهترین روش برای واداشتن زندانیان به اعتراف این است که به آنها چلو کبابی مفصل به همراه دوغ داده شود، آنگاه نگذارند بخوابند، مطمئنن مجبور به حرف زدن خواهند شد. به او میگفتم شاید این اتفاق برای شما در مراسم رسمی افتاده باشد که پس از خوردن چلو کباب و دوغ مجبور بوده اید خود را کنترل کنید که به خواب نروید. مطمئن باشید این شیوه در مورد کسانی که حاضرند آدم بکشند یا خودکشی کنند تا حرف بزنند مؤثر نخواهد بود. داستان دیگر مربوط به والا حضرت اشرف است. اشرف که در آن زمان رئیس هیئت نمایندگی ایران در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد بود، دکتر علی خانی وزیر سابق اقتصاد را به ریاست کمیته حقوق بشر ایران گمارده بود. روزی والا حضرت اشرف مرا به کاخ خود احضار کرد و جلسه‌ای در حضور وی تشکیل شد که در آن دکتر علی خانی مسئول کمیته حقوق بشر و ایرج امینی مشاور والا حضرت حضور داشتند. والا حضرت شروع به صحبت کرد و گفت سازمان‌های مختلف طرفدار حقوق بشر نامه‌هایی برای مقامات ایرانی می‌فرستند که باید به آنها جواب داده شود. من شما و دکتر علی خانی را خواستم که ترتیبی داده شود این نامه‌ها را علی خانی نزد شما بفرستد و شما در مورد افراد مختلف که در نامه‌ها از آنها نام برده شده جواب تهیه کنید و به علی خانی بدهید تا به آنها پاسخ دهد. من گفتم بسیار خوب، به همین ترتیب عمل خواهیم کرد. دکتر علی خانی خواست خودشیرینی کند و گفت والا حضرت نباید این اندازه با آقایان سختگیری کنید. آنها گاهی ناچارند کارهایی انجام دهند که نتوانند به آن پاسخ بدهند. من گفتم ما کاری نمی کنیم که نتوانیم به آن پاسخ بدهیم. کارهایی را که شما اشاره می کنید مربوط به زمان ریاست تیمور بختیار در ساواک است که شما هم در ساواک خدمت می کردید. والا حضرت به شدت شروع به خندیدن کرد و علی خانی بسیار ناراحت شد. من فردای آن روز گزارشی درباره جلسه حضور والا حضرت اشرف تهیه و به نصیری دادم که به عرض برساند. شاه پس از خواندن گزارش گفته بود این دراز احمق هنوز هم آدم نشده است. در زمان تصدی وزارت اقتصاد جلوی تأسیس کارخانه‌های سیمان را می‌گرفت و می‌گفت ما این اندازه به تولید سیمان نیاز نداریم و اکنون ما را گرفتار کمبود سیمان کرده است. پس از خروج علی خانی و ایرج امینی از جلسه، والا حضرت اشرف گفت این همه اتهامات راجع به شکنجه چیست؟ مگر شما از داروی حقیقت که اخیراً اختراع شده و آن را برای اخذ اقاریر از زندانیان به کار می‌برند استفاده نمی‌کنید؟ گفتم من اطلاعی درباره وجود چنین دارویی ندارم. منبع اطلاعات شما کیست؟ گفت دکتر سعید حکمت رئیس پزشکی قانونی در این زمینه اطلاع صحیح و وسیعی دارد. با او تماس بگیرید. گفتم والا حضرت به او اطلاع دهید که ما با او تماس خواهیم گرفت. من به دکتر سعید حکمت تلفن زدم و دیدم والا حضرت سفارش لازم را به او کرده است. از او پرسیدم ما چگونه می توانیم از دانش شما استفاده کنیم. گفت برای اولین بار باید شما فردی را که حاضر به حرف زدن نیست به من معرفی کنید. من پس از صحبت با وی این دارو را به او تزریق می کنم. بعد مأمورین شما از او بازجویی کنند و
پس از آن خودتان مستقیماً از دارو استفاده نمایید. فردی به نام بیژن چهرازی که در اتریش تحصیل کرده و وارد گروه‌های تروریستی ماویستی شده بود، هنگام ورود به کشور از مرز بازرگان مورد بازجویی قرار گرفته و اتومبیلش بازرسی شده و 5 قبض اسلحه از انواع مختلف از جمله با صدا خفه کن کشف و صورت جلسه شده و این صورت جلسه به وسیله خود او نیز امضا شده و متهم با اتومبیل و سلاح‌ها به تهران اعزام شده بود. چهرازی در بازجویی عضویت در هر گونه گروه سیاسی را انکار و گفته بود سلاح‌ها را برای فروش با خود به ایران آورده است. چند ماه بازجویی از او به جای نرسیده بود. من دستور دادم این فرد را در اختیار دکتر سعید حکمت قرار دهند و از دکتر حکمت خواهش کردم چون اعزام زندانی به همراه مأمورین به دفتر او در پزشکی قانونی مناسب نیست، او در زندان اوین حضور یافته و زندانی را ملاقات کند و او قبول کرد. مأمورین زندانی را به اتاق نزد دکتر حکمت برده بودند و او گفته بود باید مأمورین از اتاق خارج شوند. به من تلفن زدند و گفتند به هر ترتیب که دکتر حکمت دستور می‌دهد عمل کنند. دکتر حکمت حدود 2 ساعت با زندانی حرف زده بود و سپس داروی مورد نظر را به او تزریق کرده و به مأمورین گفته بود حال می‌توانید از جو بازجویی کنید. بیژن چهرازی که صورت جلسه مرز بازرگان را امضا کرده و در بازجویی ها گفته بود سلاح ها را برای فروش به ایران آورده است، در این بازجویی گفته بود این سلاح ها متعلق به من نبوده و مأمورین در مرز بازرگان آن را در اتومبیل من گذارده و مرا مجبور کردند که صورت جلسه را امضا کنم و به کلی منکر همه چیز شده بود. چهرازی ظاهرا تصور کرده بود که ملاقات دکتر سعید حکمت با او در نتیجه فشارها و اقدامات سازمان عفو و حقوق بشر بین المللی صورت گرفته و تصمیم گرفته بود به کلی منکر اتهامات وارد شود. من جریان را به والا حضرت اشرف اطلاع دادم و برای شاه نیز ماجرا را گزارش کردیم که این امر موجب جوک و خنده شاه علیه والا حضرت شده بود. اکنون میرسیم به شکنجه در رژیم جمهوری اسلامی. در این رژیم از روز اول استقرار از آن شکنجه صورت قانونی و رسمی پیدا کرده است. سعید حجاریان مغز متفکر و سوسولوف اصلاح طلبان که از پایه‌گذاران اولیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی واجا بوده، در جریان نوشتن قانون تأسیس وزارت اطلاعات اصرار ورزیده و استدلال کرده که نوع وظایف در وزارت اطلاعات ایجاب می کند که در رأس آن یک روحانی قرار بگیرد و با حق اجتهاد که بتواند در مورد رفتار با مظنونین و متهمین دستوری را که شرعاً صحیح تشخیص می دهد صادر کند و قانون تشکیل وزارت اطلاعات به همین ترتیب تصویب شده و تاکنون همه وزرای اطلاع در رژیم جمهوری اسلامی روحانی بوده و در مورد زجر و شکنجه زندانیان مستند شرعی به دست داده و در مواردی از جمله در جریان قتل‌های زنجیره‌ای فتوای قتل به عنوان محدورالدم صادر کردند و تجاوز به دختران باکره محکوم به اعدام را به وسیله پاسداران تجویز کردند تا مانع از رفتن این دختران باکره به بهشت شوند. اعدام متجاوز از 4000 زندانی در سال 1367 در ظرف چند هفته به دستور کتبی و رسمی روح الله موسوی خمینی نشانگر عدم اعتقاد این رژیم به اصول و موازین قانونی و مبانی و ضوابط حقوق بشر بوده و در تاریخ معاصر کمتر در جهان سابقه داشته است. اگر در ممالکی نظیر شوروی سابق، چین و کامبوج کشتارهای دست جمعی صورت گرفته، در هیچ مورد رهبران آن کشورها به طور علنی و رسمی فرمان صادر نکرده و سعی در پنهان نگاه داشتن آن داشتند، ولی خمینی کتباً دستور قتل عام داده است.
درباره شکنجه هایی که در زندان های جمهوری اسلامی صورت گرفته و میگیرد، آنقدر سند و مدرک و شاهد و قربانی وجود دارد که من در اینجا لازم نمیبینم بیشتر به آن بپردازم. فقط اضافه میکنم که افشای اسناد و مدارک مربوط به تجاوز به زندانیان پسر و دختر در جریان بازداشت های بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 صفحه ننگین تازه دیگری به تاریخچه جنایات این رژیم افزوده است. پرسش: همانطور که اطلاع دارید در ایران خیلی از زندانیان سیاسی خاطراتی نوشتند و برخی از آنها نوشتند که شما آنها را بازجویی کرده اید، و یا مثلا میثمی نوشته که شما در جلوی او بیسیم زده اید و دستوراتی راجع به یک زندانی سیاسی دیگر داده اید. آیا ادعای این زندانیان سیاسی که مدعی اند آنها توسط شما بازجویی شدند کذب است؟ صرفا برای یک نوع عوام فریبی و یا مطرح کردن خود نیست؟ پاسخ: من در تمام دوران حدود 20 سال خدمتم در ساواک حتی از یک نفر هم بازجویی نکردم و فقط با چند نفر نظیر نیکخواه، دکتر لاشایی، دکتر پارسی نژاد برای انجام مصاحبه تلویزیونی ملاقات کردم و با چند نفر نیز برای دادن تأمین که در صورت همکاری و دادن اطلاعات آزاد شده و مورد تعقیب قانونی قرار نخواهند گرفت صحبت کردم، که تعداد مجموع این دو گروه از تعداد انگشتان دست هم تجاوز نمی کند. من همیشه در ساواک کار ستادی داشتم. پرسش: حالا برگردیم به موضوع اصلی بحث و این سخنان شما را بگذاریم برای قضاوت تاریخ. بفرمایید در طول سالهایی که فعالیت‌های چریکی ادامه داشت چه تعداد از گروه های مختلف و چه تعداد از مأمورین کشته شده اند؟ پاسخ: در طول آن 8 سال، یعنی از سال 1349 تا 1357، از گروه های مختلف، اعم از چریک های فدایی خلق، مجاهدین خلق، سازمان انقلابی حزب توده، گروه های افراطی مذهبی و حزب الله، دقیقاً 312 نفر کشته شدند، که حدوداً 180 نفر از شریکای فدایی خلق، 85 نفر از مجاهدین خلق و بقیه اعضای گروه‌های مختلف دیگر بودند که یا در درگیری‌های مسلحانه کشته شدند و یا محاکمه و اعدام شدند یا با خوردن سیانور و ترکاندن نارنجک خودکشی کردند. اسامی این افراد با ذکر محل و روز و ساعت کشته شدن همه آنها در پرونده‌های ساواک و کمیته مشترک ضد خرابکاری موجود بود که گویا بعد از انقلاب این اسامی انتشار یافته است و عمادالدین باقی تعداد این دسته از افراد را 340 نفر ذکر کرده که صحیح نیست. تعداد تلفات نیروهای نظامی و انتظامی، یعنی ساواک، شهربانی و ارتش، در این مدت حدود 40 نفر بوده است، به علاوه تعدادی افراد عادی در جریان بمبگذاری های مخالفین یا در حاشیه درگیری ها کشته شدند. در اینجا باید بگویم طبیعی بود که ما خواستار چنین ضایعات و درگیری هایی نبودیم و ناچار بودیم با ترور، بمبگذاری و تخریب مقابله کنیم. این مخالفین بودند که کار مسلحانه را آغاز کردند. معهذا چون در این سالها بسیاری از اعضای این گروه ها مبارزه مسلحانه و روش گذشته سازمانهای مربوطه را محکوم کردند، من هم به نوبه خود اگر شدت عملی نسبت به زندانیان صورت گرفته باشد را محکوم و از آن ابراز تأسف میکنم. پرسش: یادم نیست، اما شاید به قلم افراطی ها خواندم که در ساواک تجاوز به زنان شده و مثل رقیه دانشگری. پاسخ: این اتهام به کلی بی اساس است. من با اطمینان می توانم بگویم در تمام مدت 20 سالی که من در ساواک بودم هیچ وقت حتی نشنیدم که یک زندانی چنین ادعایی را کرده باشد.
رباب دهقانی که چنین ادعایی را پس از فرار از زندان و خروج از کشور کرده بود، بعداً گفت 70% نوشته‌هایش از جمله ادعای تجاوز ناصحیح و برای بدنام کردن رژیم بوده است. علیرضا نوری‌زاده نقل می‌کند که در روزهای اولیه انقلاب به ستاد مرکزی چریک‌های فدایی خلق واقع در خیابان میکده، یعنی ساختمان ساواک تهران، رفته تا با کسانی مصاحبه کند. اشرف دهقانی را در آنجا دیده و با اشاره به کتاب خاطراتش شروع به همدردی با وی کرده و او با کمال تعجب گفته است مطالب این کتاب بیشتر نادرست. ادعای رقیه دانشگری هم اگر خودش ادعا کرده و دیگران برای بدنام کردن ساواک جل نکرده باشند، بیش از ادعای اشرف دهقانی اعتبار ندارد. حتما به یاد دارید که در سال 1388 بعد از فجایعی که در زندان کهریزگ اتفاق افتاد، مهدی کروبی در نامه‌ای به هاشمی رفسنجانی نوشت که من و شما هر دو در زندان رژیم شاه بودیم. در آن زمان نه هرگز دیدیم و نه شنیدیم که به کسی تجاوز شده باشد. در اوایل سال 1357 تشنجاتی در دانشگاه‌ها وجود داشت که تعدادی از استادان چپگرا نیز در تظاهرات شرکت داشتند. عده‌ای استاد و دانشجو از دانشگاه‌های مختلف جلوی دانشگاه آریامهر اجتماع و تظاهرات می‌کردند. مأمورین به متفرق کردن آنها پرداختند و چند نفری را بازداشت کردند. هما ناطق، استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و همسر سابق ناصر پاکدامن، نیز در این تظاهرات شرکت داشت. او مدعی شده بود که مأمورین او را دستگیر و به داخل ساختمان مخروبه‌ای برده و به او تجاوز کرده و سپس آزاد کردند. من هما ناطق را ندیدم، ولی شنیدم در همان زمان هم زن جذابی نبوده است. فردای آن روز گزارشی از دانشگاه تهران رسید که چند نفر از همکارانش گفته بودند باید دید این مأمورین چه کسی بودند که رغبت کردند به خانم هما ناطق تجاوز کنند. باید به آنها جایزه داد. پرسش: در آن ایام سپهبد ناصر مقدم در ساواک بود و ایشان مثل اینکه از شما خواسته بود که با بازرگان و صحابی دیدار کنید. پاسخ: بله. به شما گفتم که مجاهدین خلق در سال 1350 دستگیر شدند. اینها در دامن نهضت آزادی بزرگ شده بودند. کسانی بودند که با نهضت آزادی و حسینیه ارشاد و انجمنهای اسلامی دانشجویان و معلمین و مهندسین ذهن و فکرشان رشد کرده بود. حتی همان اوایل عزت صحابی هم در مجاهدین خلق بود. مقدم به من گفت که شما بازرگان و یدالله صحابی را به ساواک بخواهید و به آنها بگویید تخمی را که شما پاشیده اید ثمرش اینطور شده است. حالا این بقایا را بخواهید و بگویید که دست به کارهای خشونت‌آمیز و آدمکشی نزنند، زیرا که شما مسئول هستید. من هم بازرگان و صحابی را خواستم و گفتم که شما استاد دانشگاه هستید و افراد متدینی هم هستید. با توجه به این جریانات که این جوانان از روز اول با شما بودند، بیایید و به آنها پیغام بدهید که دست از این کارها بردارند که کشته نشوند. اگر اینها دست به کار مسلحانه بزنند، با آنها برخورد جدی خواهد شد. ضمن صحبت مهدی بازرگان گفت شاه راهی را باقی نگذاشته و با لحن غیر مؤدبانه به شاه اشاره کرد. گفتم آقای بازرگان، اولا صدایتان را بیاورید پایین، بعد هم با شما بنا به سن و سالتان و شأن دانشگاهیتان دارم با ادب و احترام صحبت میکنم. خواهشمندم که مؤدبانه صحبت کنید. در جواب گفت بله خیلی خوب، و آن وقت با هم حرف زدیم و نتیجتا گفت که نمی کنیم. من هم گفتم باشد و اینها رفتن. و دو روز بعد احسان نراقی تلفن زد به من که داریوش فروهر اینجا بوده و گفته که مهدی بازرگان و یدالله صحابی را پرویز ثابتی به ساواک خواسته و با آنها بد حرف زده و آنها هم نزد مقدم شکایت کردند و مقدم گفته که ثابتی حق نداشته که شما را احضار کند، از او مؤاخذه خواهم کرد. مقصودم این است که مقدم فردی ریاکار بود. روزی به علت تشنجاتی در برخی از دانشگاه‌ها
نصیری و مقدم و من می رفتیم در جلسه در دفتر هویدا نخست وزیر در آن موقع شرکت کنیم. نصیری با اتومبیل جلو و مقدم و من در اتومبیل دیگری عازم نخست وزیری بودیم. در اتومبیل به مقدم گفتم من مواردی را درباره عدم همکاری بعضی از رؤسای دانشگاه‌ها یادداشت کردم و می‌خواهم در جلسه مطرح کنم. مقدم گفت به مصلحت من و شما نیست که با رؤسای دانشگاه‌ها برخورد داشته باشیم. من تیمسار نصیری را پر کردم که او به آنها حمله کند و ما بهتر است که ساکت باشیم. گفتم نصیری به جزئیات وارد نیست و نمی‌تواند مسائل را صحیح بیان کند. گفت به هر صورت ما بهتر از دانشگاهیان را از خود نرنجانیم. میخواست نصیری را جلو بیاندازد که نقش شمر ابن زلجوشن را بازی کند و او نقش امام حسین را داشته باشد. این ریاکاری ها در مواردی رخ میداد که میبایستی با افرادی روبرو شد. در مواقعی که فکر میکرد نام او مطرح نخواهد شد، دستورات بسیار تند و سخت گیران صادر میکرد و من مجبور بودم با او به مجادله بپردازم. در هفته‌های قبل از برگزاری جشن‌های 2500 ساله به من گفت برای اطمینان از عدم انجام هر گونه حرکت خرابکاری و ترور، پدر و مادر بعضی از فعالین این گروه‌ها نظیر پدر و مادر حمید اشرف را نیز در بازداشت نگاه داریم. گفتم کسانی که به گروه‌های مسلح پیوستن روابط خود را با خانواده قطع کردند و ممکن است حتی اطلاع پیدا نکنند که پدر و مادرشان در بازداشت هستند. به علاوه این گروه ها تاکنون با پدر و مادر و بستگان ما کاری نداشتند و با خود ما و رژیم طرف بودند. مصلحت نیست که ما خودمان چنین بابی را افتتاح کنیم. گفت نه، آنها چه می دانند به دستور چه کسی پدر و مادرشان بازداشت شدند؟ حداقل پدر و مادر حمید اشرف را چند روز در بازداشت نگاه دارید، ولی بگویید با آنها محترمانه رفتار کنند. وقتی مقدم در فروردین سال 1352 رئیس اداره دوم ستاد ارتش شد و من جانشین او شدم، در چند مورد که ما بعضی از پرسنل نظامی را به دلیل ارتباط با گروه‌های مخالف دستگیر می‌کردیم، با مقدم به شدت درگیر شدم و روابط صمیمانه ای که با او در طی 10 سال همکاری در ساواک داشتم بسیار تیره شد، تا اینکه در خرداد سال 57 او رئیس ساواک شد. بله عزیزان، به پایان بخش 12 کتاب در دامگه حادثه رسیدیم. از اینکه با ما در این برنامه همراه بودید و تا پایان ما رو تحمل کردید سپاسگزارم. دوستان زحمت بکشید با پخش این برنامه ها ما رو حمایت کنید. در هر جایی که این برنامه ها رو میشنوید، در فیسبوک، در تلگرام، در اینستاگرام یا یوتیوب، با انتشار این برنامه به مردم و عمیانان عزیزمون چه در داخل و چه در خارج اطلاعات روزهایی که بسیار بسیار برای کشورمون حیاتی بوده رو برسونید تا در جریان قرار بگیرن. در این روزهای سخت و بحرانی در کشورمون بسیار بسیار مورد نیاز هست. طبق معمول همیشه بهترین ها رو از صمیم قلبم برای شما آرزو میکنم. پاینده ایران و ایرانی، برافراشته باد پرچم سرنگ شیر خورشید نشان، تا جان در تن من است، تا خون در رگ من است، تا ابد جاوید شاه تنها کلام من است و خاک ایران تنها سرای من است. تا راه شبی دیگر، بدرود.